سلام به صنف نقاشی مادر خوش آمدید پیش از اینکه صنف امروز شروع بکنیم ما باید چیزایی را در مورد مواد هنری به شما بگویم برای نو هفته آینده طبق معمول نقاشی وجود دارد اما من با مواد متنوع تر تدریس خواهم کرد این بار به جای ای که مواد را به یک بار مانند دفعه قبل توضیح کنم هر بار که به با آنها نیاز داشته باشیم مواد جدید را در اختیار شما قرار میدهم پس همیشه یک کیسه یا یک خریطه همراه خود داشته باشید تا موارد را با خود ببرید سپس بیایید شروع بکنیم موضوع امروز خانواده محبوب من است همان طوری که می گوید شما زمان خواهید داشت تا خانواده محبوب خود را ترسیم کنید قبل از اینکه به آن بپردازیم چند آیه از کتاب مقدس را می خانم. داستان خود را به طور خلاصه برای شما تعریف کنم. ای فرزندان وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت بکند اولین حکمی که با وعده هم را بود این است پدر و مادر خود را احترام و عزت بکن و وعده آن این بود تا کامیاب کردی و عمرت در زمین طولانی شود و شما ای پدران فرزندان خود را خشمگین نسازید بلکه آنها را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت بکنید آمین آیا با ای آیه موافق هستید اگر خانواده شما رابطه هماهنگ دارد ممکن است با ای آیا موافق باشید از سوی دیگر اگر خانواده شما فقط محبت باشد ممکن است با آن موافق نباشید من با والدین بد بزرگ شدم به نوبری پذیرش ایایا که به من میگوید از پدر و مادرت اطاعت کن در ابتدا سخت بود اما بعد در منطقه مقطعی شروع کردم به اینکه چقدر خدا مرا دوست دارد و به تدریج با محبت خدا به پدر و مادرم محبت کردم. اکنون من واقعا پدر و مادرم را دوست دارم و به آنها اترام میگذارم. این اتفاق نه به قدرت خودم بلکه به قدرت خدا رخ داد. آیا شما خانواده خود را دوست دارید؟ من سمیمانه امیدوارم کسانی که قلب برای محبت والدین یا فرزندان خود ندارد عشق شگفتانگیز خدا را از طریق کلمات کتاب مقدس تجربه کنند. ای کاش همه اعضای خانواده شما در شرایط خوبی باشند اما موارد زیاد وجود دارد که اینطور نیست به نظر می رسد همیشه درگیری های خانوادگی وجود دارد مانند درگیری بین پدر و مادر بین یکی و شوهرش بین والدین و فرزند یا بین خواهر و برادر بنابراین امیدوارم امروز از کشیدن خانواده خود احساس ناراحتی نکنید حتی اگر با یکی از اعضای خانواده خود کنار بیایید شما نمی توانید انگام تراحی یک خانواده کسی را کنار بگذارید درست است اگر هر یکی از شما احساس ناراحتی می کند من صمیمانه امیدوارم و, و دعا می کنم که قلب شما برای دوست داشتن آن شخص در حین نقاشی بازگردد اکنون باید بدانید که چگونه یک خانواده ترسیم کنید درست است اگر در ترسیم افراد مهارت ندارید اشکال ندارد ما قصد نداریم آن را به صورت واقعی بینانه ترسیم کنیم بلکه به طور خلاصه با برخی ویژگی ها ترسیم می کنیم بنابراین نباید آنقدر سخت بگیرید بگذارید چند عکس بسیار ساده را به شما نشان دهم این دو نقاشی به نظر می رسد توسط کودکان کشیده شده است درست است ویژگی نقاشی کودکان خورسال این است که دست پای افراد باریک است بنابراین دلیل است که کشیدن زخامت هنوز برای آنها کار سخت است. فرم بسیار ساده است اما عجیب به نظر نمی رسد. احتمالاً به دلیل رنگامیزی زیبا بنابراین اینها به روش خود نقاشی های عالی از کودکان هستند. این دو تصویر فقط تا بالا تنه کشیده شدهاند. حالات چهره، موی، کالا، و رنگ همگی ساده هستند. درست است؟ تصویر سمت چپ بسیار دلچسب است. زیرا بیانگر مادر و پدری است که دو کودک را در آغوش خود گرفتند. سمت راست صورتها را بدون رنگ رها کرده است که اصلا عجیب به نظر نمی رسد. شما آزاد هستید که این روش را رنگ آمیزی کنید. اکنون چند عکس با جست های مختلف را به شما نشان می دهم. مشاهده کنید که چه جست ها و پس زمینه های مختلف وجود دارد و به این فکر کنید که چگونه می توانید حالت خود را بیان بکنید. تصویر سمت چپ فقط بالا تنه را نشان می دهد و دو کوتک که در پشت مادر و پدرشان وجود دارد. زمینه سفید دارد و تصویر سمت راست بالا کل بدن را بیان می کند و زمینه قهوهی دارد تصویر پایین سمت راست فقط بالا تنه و دختر را نشان می دهد که روی شانه پدر نشسته است و ریزش برک ها در پس زمینه بیان می شود. وجه مشترک این دو ترهین است که آنها فقط قسمت بالایی بدن را بیان می کنند و برخی از عناصر تزیینی را در پس زمینه قرار می دهند. تصویر سمت چپ دارای پس زمینه دایره‌ای و تصویر سمت راست دارای پس زمینه قلب است. و هر دو با گیاهان و گل در جرو تزین شده است. تصویر سمت راست حتی یک متن در پایین دارد. ای هاکس نیز بر روی قسمت بالایی بدن تمرکز داشته است و به همین ترتیب بگراند یا پس زمینه قلب و اطراف با گیاهان تزین شده است. من فکر می کنم این یک خانواده بسیار امانگتر به نظر می رسد. زیرا می توانم زندگی طبیعی را از چیزهای طبیعی در پس زمینه آنها احساس بکنم. این همچنین دارای یک متن در بالای تصویر است که می متنی متن نیز قرار دهد. آن را آزادانه در اطراف نقاشی قرار می دهد. شما هم می توانید این کار را انجام بدهید. این دو تصویر همچنین قسمت بالایی بدن را بیان کرده و ناصر تزینی را در پس زمینه قرار داده است. رشتههایی را که شکل و بلند را در پایان نشان می دهد می بینید آنها طور ترایی شدند که متن را در بالای آن قرار دهد می توانید متن را در هر جای روی پس زمینه قرار دهید اما همچنین می توانید آن را در بالای برخی از طرحهای مانند این قرار بدهید اکنون می خواهم چند عکس را به شما نشان بدهم که تمام بدن را بیان میکند این تصویر بیانگر پدر بزرگ و مادر بزرگ و حتی یک سگ خانگی بود. هیچ پیش زمینه ای وجود ندارد. اما بسیار پر به نظر می رسد. زیرا افراد زیادی هستند. اگر همه به این شکل ثابت می استادند کمی کسل کننده و خستکن بود. اما قرار دادن بچه روی شانه پدر ترکیب را جالب تر کردند. این دو تصویر نیست تمام بدن را بیان می کردند. پس زمینه ها هم با رنگ های روشن بیان می شدند و در زیر متن قرار گرفته. در تصویر سمت راست همه به طور منظم در یک حالت ایستادهاند، اما این احساس خسته کننده نیست زیرا پدر یک پیراهن چارخانه پوشیده است. این دو تصویر هم تمام بدن را بیان می کرد و در پس زمینه گل و گیا بیان می شود. عکس سمت چپ به نظر می رسد عکسی است که در مقابل یک مزرعه گل گرفته شده است. زیر گله های در پس زمینه وجود دارد و عکس سمت راست ماننده عکسی است که در یک پارک با یک زمین بزرگ گرفته شده است. اگر عکسی از خود و خانوادهتان دارید آن را در البوم پیدا کنید و ببینید با چه پس زمینها گرفته شده است اگر پس زمینه را دوست ندارید به این فکر کنید که دوست دارید چه پس زمینه متفاوت داشته باشد آن را بیان بکنید این تصویر کم متفاوت از عکسهایی است که قبلا دیدیم آیا می توانید تفاوت را تشخیص دهید تناسب صورت و بدن با هم مطابقت ندارد اگر به صورت والدین نگاه بکنید می بینید که آنها نسبت به بدنشان بسیار خرد هستند ویژگی این تصویر این است که بیشتر از سایر عکس‌های برجسته است زیرا در کل از رنگهای نارنجی و آبی بسیار اشباع استفاده شده است تأکید بر رنگها یا نسبتهای های مانند این میتواند روش خلاقانه را بیان بکند باز هم تفاوت بین این دو عکس با آنهایی که قبلا دیدیم چیست؟ تفاوتی است که آنها فقط تصویری از یک جست ساده نیستند بلکه تصویری از کاری هستند که خانواده با هم انجام می دهند. در سمت چپ تصویر یک خانواده در حال لذت بردن از یک بازی با هم در خانواده در سمت راست تصویر والدینی است که در حال خواندن کتاب برای فرزندان خود هستند. از انجام چه کاری با خانواده خود بیشتر لذت میبرید یادآوری خاطرات خوشی که با خانواده داشتید و بیان آن موقعیت بسیار منادار و لذت بخش خواهد بود این هم تصویری از یک خانواده که در خانه با هم خوش میگذراند مادر در حال خواندن کتاب و گپ زدن با دختر است پدر در حال بازی با پسر خورده خود با یک خرسک است همچنین یک چوچه سگ با مزه در پیش روی ششته. فکر می کنم مبل، گلدان و قاب عکس در پس زمینه فضای خانواده را گرم تر ساخته. این تصویر همچنین تصویری از یک خانواده هماهنگ را نشان می دهد. مادر و پدر روی مبل شیشته، پسر پیش روی مبل شیشته و پدر و مادرش می بیند. و دختر از پشت موبل به پدر و مادرش می بیند. همچنین دو دانه چوچه سگ با مزه در دو طرف چوکی وجود دارد. من تعجب می کنم که آنها چه نوع گفتگوی دلپذیر دارند. ویژگی این تصویری است که پس زمینه با آرامی بیان می شود، اما لباس ها به رنگ های سرخ و آبی اشباه شده. رنگ که آن خانواده را در جمع متمایز می کند. اگر از رنگ های با اشبای بالا استفاده می کنید می توانید حس تراوت را مانند این ایجاد بکنید. این تصویر نیز با تصاویری که دیدیم متفاوت است. آیا می توانید با یک نگاه بگویید چی ویژگی های دارد؟ این است که ترکیب متفاوت است. اگر تصاویری که تا کنون دیده ایم افراد بودند که در کنار هم استادن یا کنار هم ششتن اما این عکس افراد را در ترکیب عمودی دارد. کودک که در آغوش مادر است با محبت او را می بوسد و کودک که روی شانه پدر است دستان او را دراز کرده است و پشک که در مقابل لبخند می زند در حالی که گل ریز را حمل می کند. پس زمینه به سادگی به رنگ زرد روشن است اما تصویر همچنان بسیار جذاب است چرا که رنگ های شخصیت ها متنوع است و ترکیب بندی جالب است. یا آخرین عکس است ای هم با های قبلی فرق دارد اینطور نیست بارسترین ویژگی چیست این است که آنها استادند و الفبای انگلیسی را که کلمه خانواده را تشکیل می‌دهد در دست دارند فکر می کنم این یک ایده خلاقانه دیگر است اگر آنها بدون حروف الفبا در کنار هم باشند خسته کننده می شد اما ایستادن همه اعضای خانواده با حروف الفبا آن را به تصویر بسیار منحصر به فرد و خاص تبدیل میکند و طور کلی از رنگ های زیاد استفاده نمی کرد اما فقط از صورتی نعنایی زرد و سیاه برای افزودن جذابیت ساده استفاده کرد. حال اجازه بدید فعالیت امروز را توضیح بدهم. بطور و طور خلاصه ویژگی های خانواده خودتان را روی کاغذ تراحی که داخل قاب قرار می گیرد. بیان کنید. با مراجعه به تصاویری که به شما نشان دادم هر گونه جست بیان پس زمینه و متن را آزادانه بیان کنید پس از اتمام طراحی یک قاب برای قرار دادن نقاشی داخل آن درست کنید قاب را تزیین کنید تا خانواده خودتان را زیباتر نشان بدهید من به طور خلاصه به نوع ساخت قاب میپردازم ابتدا یک کاغذ طراحی بگیرید از هر چهار طرف سانتی سانتیمتر حاشیه بسازید و با قیچی برش بزنید روی این کاغذی که بریده اید خانواده خودتان را ترسیم بکنید. من در اینجا چیزی نکشیدم زیرا فقط به شما نشان می دهم ده چگونه آن را بسازید. اما شما می خواهید نقاشی کنید. اگر نقاشی خانواده خودتان را خلاص کردید کاغذ دیگر بگیرید. نقاشی را در وسط کاغذ جدید قرار بدهید و با آرامی حاشیه ها را بکشید. سپس قاب را به طور دلخواه خود تزین بکنید. اگر تزین قاب را تمام کردید، نقاشی را در وسط وصل کنید. و شما تمام شدید. اینها نمونه هایی از ترایی قاب هستند. قاب را هر طوری که می خواهید بیان بکنید. می توانید آن را با یک رنگ رنگ بکنید یا الگوهای مختلف بکشید. شما می توانید مانند آنچه در این تصویر است طراحی کنید. همچنین می توانید از هر طرحی که دوست دارید برای تزین قاب استفاده بکنید. آیا طرحهای ساده را دوست دارید؟ یا فانتیزی ها؟ با خیال راحت آن را هر طوری که دوست دارید تزین بکنید. من نمی توانم صبر کنم تا ببینم چگونه خانواده گرانبه های خودتان را و قاب زیبا را بیان می کنید. امیدوار استم در کشیدن خانواده و قاب سازی لحظات خوش را سپری بکنید. سنف امروز در اینجا خلاص شد. خدا را شکر می کنم که به من اجازه داد تا با شما سنف داشته باشم. لطفا منتظر سنف بعدی باشید. از مشارکتتان تشکر می